سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. سال 2020 خیلی سال بدی بوده و داره ای بدترم میشه. حالا جنگ ارمنستان و آذربایجان هست. امروز یکی از دوستان شبان میگفت که 4 روز دوست فکر کردم پسرم مردن، امروز فهمیدم که زنده هستن. خیلی خوشحال بود. در خانواده مادری من خب خیلی هاشون در ارمنستان زندگی میکنن، خیلی از شبانان و دوستان اونجا هستن و برام این است که ارمنه شاید یک احساس قوی تری دارن نسبت به این جنگ، چون که خودشون ارمنی هستن مثل خود من. ولی خب کلمه، جمله، آیه‌ای که خیلی زیاد من این چند روز میشنوم در متی 5 هست که خیلی در کامنت ها می نویسن، مردم میگن دشمنان خود را محبت کنید. خیلی آیه سختیه و یکی از دوستای من زمان این رو به من میگفت که اصلا من نمیخواستم اینو بشنوم، چون که من میگفتم که ببین چنین موردی هست که این دو نفر مردن، برای این خانواده دعا کن، برای ارمنستان دعا کن. حتی پستم گذاشتم روی اینستاگرام و فیسبوک من، برای ارمنستان دعا کنیم. و بعد مردم چیزای عجیب غریبی میگفتن. حالا بماند که بعضی شاید مریض حال هستن یا شاید فقط میخوان دیده بشن، عمدن میان چیزای عجیب غریبی میگن که مثلا میگفتن یعنی چی شما دیگه چجور از آدمی هستی، یعنی آذربایجانی آدم نیستن که فقط برای ارمنستان دعا کنیم. بعضی چیز عجیب غریب میگفتن و مثلا پس اونا چی، چرا فقط ارمنستان، شما وطن پرست هستید فلان. این از کجا اومد؟ من دارم میگم خانواده من مثلا تصادف کرده، برای این خانواده دعا کنیم که در درد هستن. شما میگی که مثلا نه، پس اونا چی، اونایی که باهاش تصادف کردی؟ خب اونم خانواده خودشون براشون دعا میکنن و مسلما ما همه رو دوست داریم، ایمان دارن، هیچ گزینه دیگه ای نداریم. پدر من جونش رو برای ایران و ایرانی داده، من زندگیمو 20 ساله که برای ایران و ایرانی دادم با شادی و خواهم داد، چون خواندگی من عشق منه، عاشق ایران و ایرانی هستم، ولی عاشق ارمنی و ارمنستان هم هستم، چون قوم منه، زبان منه. و خیلی وقت بالانس این رو نگه داشتم برای خود ما شاید راحت باشه، برای مردم فهمیدن شاید سخت‌تر باشه، که یکی از دلایلی بود که من می‌خواستم در این تعلیم کوتاه، البته فکر نکنم اونقدر کوتاه باشه، شاید 10-15 دقیقه بشه، بخوام بدم. گفتم اینم بگنجونم که سوء تفاهمات برطرف بشه، که بعضی از مردم متعلق به یک جا، به یک زبان هستن، اون نمیشه عوض بکنی. طرف تو آلمان متولد شده ولی ایرانیه، نمیگه من آلمانی هستم، نه، ایرانیه و ایران دوست داره، حالا میخواد 100 سالم تو آلمان زندگی بکنه، باز ایرانیه. این هم جریان ما ارمنه است که در ایران بودیم، عاشق ایران و ایرانی هستیم و خیلی دوست داریم، عاشق ترک و آذری و همه هم هستیم. اتفاقا من روی وبسایت خدمتی خودم sendmeout.org اونجا من برای 2 گروه سعی میکنم پول جمع بکنم، و اگه شما هم خواستید که کمک بکنید اونجا میتونید برید. یه گروه ترک ها هستن، کمک به ترکیه، یه گروه ارامنه هستن. یکی از دوستان ارمنی من میگفت چیدی بهت خواهش میکنم این یکی رو پاک کن، یعنی چی ترکیه؟ گفتم حالا بماند که اول این برای فارس زبانان در ترکیه هستن، در اصل افغان و فارس زبانان، ولی من به عنوان مسیحی نمیتونم دشمن داشته باشم، نداریم دشمن. و اینو میخوام برای شما باز بکنم که متی باب 5 وقتی که در مورد دشمن و محبت دشمن صحبت میکنه، در مورد دولت یا کشور صحبت نمیکنه، در مورد شخص صحبت میکنه. کل ماجرای متی 5-6-7 با اشخاص هست. یه نفر در اون شرایطی که به من میگفت که ببین دشمن خودتو محبت کن، من بهش گفتم ببین تو اگه دستاتو قطع کنی، چشاتم بیرون بیاری، بدونی و اعلام بکنی که متعلق به جهنم هستی و جهنم خواهی رفت و زناکار هستی چون که طلاق گرفتی، اون موقع منم چشم حرفتو گوش بکنم و دشمنم محبت میکنم. گفت منظور چیه؟ گفتم ببین اینجا عیسی مسیح در متی 5-6-7 که موعظه بالای کوه هست، اولا با ایمانداران صحبت میکنه، دوم من در متن کلیسا و روابط صحبت میکنم، سوم من داره زبان مبالغه رو به کار میگیره برای این که بتونه پیغامش رو برسونه. زبان مبالغه یک فن صحبتی بود که مخصوصا در اون زمان خیلی استفاده میشد. پولس رسول این کارو خیلی میکنن. ولی عیسی مسیح اینجا و چند جای دیگه این کارو میکنه و صحبتش خیلی عجیب غریبه. یا مثالایی که میاره، مثلا پر کاه تو چشات نمیبینی و چوب پیراهنو مثلا تو چش خودت نمیبینی، پر کاه تو چش طرف میبینی. همه چیز تشبیهات خیلی عجیب غریب و بزرگه. ما هم این کارو میکنیم. طرف با سرعت نور داشت میرفت، حالا سرعت نور نبود، مثلا یه خود پایین‌تر بود، ولی میگیم سرعت نور. آقا اونو بلند کردم، کمرم شکست. واقعا شکست؟ نه، میخوام بگیم خیلی سنگین بود.
هزار بار بهش گفتم گوش نکرد، آخر اشتباه کرد. هزار بار بود؟ نه، مثلا 10 بار بود. چرا میگی هزار؟ چون مبالغه میکنیم، همه چیزو بزرگترش بکنیم، بیشترش بکنیم که بتونیم مفهوممونو برسونیم. حالا این فن سخنوری اون زمان بود، مخصوصا اون زمان خیلی بیشتر. و اینجا در متی 5 میگه اگه به برادرت احمق بگی میری جهنم. چشمتو در بیار، اگه به یه نفر به چشم بد نگاه میکنه بهتر چشمتو در بیاری. دستت هم ببر اگه میخوای دزدی بکنی. و اگه به جز علت زنا طلاق گرفتی زنا کردی، سوگند نخور، اگه گفتی به خدا پس دیگه کارت زاره. اگه هم سیلی زدن اون طرف رو نگه دار. متی 6 اگه خواستی صدقه بدی کمک بکنی، هیچ کس نفهمه دست چپ از دست راست اطلاع نداشته باشه. اگه خواستی دعا بکنی برو در خلوت درو ببند دعا بکن. بر زمین گنج میندوزید، نگران نباشید چی بپوشید و چی بنوشید. متی 7 هم که دیگه بدتر میشه، بخواید تا به شما داده خواهد شد. خیلی عجیبه. و در همون متی 5 جسمان خود رو محبت کنید. یعنی نمیخوام بگم که اشتباهه این که نباید محبت بکنیم، مسلما خودم تجربه کردم، جفا دیدم، کتک خودم، زندان رفتم، بابامو کشتن، شهید شده در راه مسیح، و با فیض خداوند محبت کردم و میکنم و خواهم کرد، چون که این فرمان خداونده. ولی میخوام بگم که این چیزی که میگه در مورد دولت و کشورها اینا نیست. اگه این آیه رو میاریم، یه در واقع اینو میخوام بگم عزیزان، من یه بهانه‌ای پیدا کردم برای تعلیم اینجا. یه آیه رو اگه ما میخوایم بگیم به یک نفر، اولا بدونیم چه زمانی میخوایم بگیم. طرف اگه میگه مثلا برای دوستم دعا کنید، نگید برای دشمنت طلب برکت بکن. بابا چه ربطی داره؟ الان برای دوستش دعا کن، بگو اوکی برای دوست دعا میکنیم. اگه ارمنی طرف میگه برای ارمنستان دعا کنید، بگو اوکی دعا میکنیم. اگه هم حال نداری دعا کنید، بنویس دعا میکنیم. دروغ مصلحتی، کی میگه در وصیت نداریم؟ در عمل خیلی این کارو میکنیم. من خودم این کارو خیلی کردم، میگم براتون دعا میکنم، بعد یادم میره. برام یاد گرفتم هر وقتی که برام زنده ما میکنیم زنگ میزنن، میگم برای ما دعا کنید، میگم بذار همین الان دعا بکنیم چون یادم نره. ولی به هر حال برگردیم به این مورد. اگه میخوایم یک آیه رو بگیم، اولا بدونیم که این آیه در کجا گفته شده، کی گفته شده، به چه کسی گفته شده، در چه متنی گفته شده، بعد بگیم که بی ربط نباشه. دوما به قول خواهرم که اسم منو گذاشته اون روی سکه، هر وقت صحبت نمیشه میگه اوکی حالا بریم جیبر چی میگه، همیشه اون روی سکه رو میگه. من همیشه دوست دارم دو روی سکه رو نگاه بکنم که بله اگه کلام خدا این رو میگه که ببخشید محبت کنید، اون روی سکه چیه؟ میگه عدالت رو به جا بیار. 115 تا آیه داریم در کلام خدا، مخصوصا در عهد عتیق، که میگه عدالت رو به جا بیار. و اون روی سکه اونم هست. پس اگه یک چیزی بی عدالتی هست و ناعادلانه داره انجام میشه، مثل الان جنگ آذربایجان و ارمنستان که جنگ نیست، در واقع حمله هست که داره دفاع میکنه طرف، این ناعدالتی هست، بی عدالتی هست، ببخشید، ما بله اوکی اگه میگیم دعا کنیم برای ارمنستان، مسلما دعا میکنیم برای آذربایجان، مسلما برای سربازا دلمون میسوزه، اونا هم که میمیرن همونه. ولی خب به عنوان حالا افراد ارمنی حتی بیشتر، یا ایرانیانی که با ارمنه بالاخره بودن، خیلی میشناسن، دوستاشون ارمنی بودن، یه دلسوزی بالاتری هست. اوکیه اگه بگیم دعا کنیم برای این اشخاص. لازم نیست اونجا مثلا بگیم حالا برای دشمن برکت بدم، چون اولا دشمن نیست. آذربایجان کجا دشمن ما باشه؟ دشمن هیچ کس نیست، اون سرباز دشمن ما نیستن. مثل همون صحبتی که عیسی مسیح روی صلیب گفت پدر ببخش اینها رو، چون نمیدونن چیکار دارن میکنن. سربازا نمیدونن، مردم نمیدونن چیکار دارن میکنن. رؤسا چرا میدونن؟ فریسی ها خیلی خوب میدونستن. و عیسی مسیح به فریسیان چی گفت؟ نگفت که حالا شما نمیدونید. چرا؟ گفت میدونید، شما فکر میکنید فرزند ابراهیم هستی، فرزند شیطانی، ای اف ایزاده، ای درو، و و و همینجوری کوبوند. آخرش هم رفت معبد ریخت به هم میزارو. ای عیسی مسیح، محبت هم دیگه رو محبت کنید، همسایه خود رو همچون خود محبت نما، دشمن خود رو محبت نما. نه، یه چیز دیگه داره میگه. من دارم اینو میگم در این حال که تعلیم هست، در این حال یه مبهم بودنی در صحبت هم هست و عمدان دارم در اون مسیر اینم که شما خودتون به چالش بیفتید که بعد از این اگه کلمه رو میخونید، اولا بدونید چرا نوشته شده، به چه کسی نوشته شده، کی نوشته شده، هدفش چی بوده. دوما ببینید آیا یک سوی دیگه ای هست برای این سکه که من فقط نگم دشمن تو محبت بکن، شاید بی عدالتی، نه عدالت رو به جا بیار. این هست اراده خدا. یکی از آیاتی که من خیلی دوست دارم در تعطیل که وارد اون نشم، ولی میگه اراده خدا اینه، چند تا چیز رو میگه و یکی از اونها اینه که عدالت رو به جا بیار و ما باید برای عدالت بیستیم. عیسی مسیح گفت اگه سیلی زد اون طرف رو نگه دار، ولی در محاکمه که بود سرباز سیلی زد اون طرف رو نگه نداشت. عیسی مسیح باز دارم چالش میکنم، فقط
گفت اگه اشتباه کردم بگو چیکار کردم، اگه اشتباه نکردم چرا میزنی، حق نداری بزنی. چاله بنم محبت کنیم، همه رو قبول بکنیم، دوست داشته باشیم. ولی خود عیسی مسیح، کلیسای عیسی مسیح در واقع وقتی شروع شد، پیغام اومد و پولس رسول این پیغام رو خیلی زیبا داره میگه که ببین بعضی رو اصلا از کلیسا بیرون بکن. محبت چی شد؟ بعضی رو اصلا باشون غذا نخورید، هم غذا نشید، هم سفره نشید، خونهشون رفت آمد نکنید، قطع رابطه کاملا. بعضی رو اصلا به شیطان بسپار. پس محبت کجا رفت؟ دشمن خود رو محبت بکن، این یعنی چی؟ شاید اینو نمیگه، منظورش شاید این نیست که هر کس اومد زد تو سرت بگی اشکال نداره یه دونه دیگه هم بزن. یه نفر اومد که بچه 5 ساله تو مثلا دارم جوری کتک میزنه، تو داری نگاش میکنی؟ دعای برکت میطلبی برای اون شخص؟ یه نفر اومد حتی بدتر تجاوز کرد، چیکار میکنیم؟ خداوند ببخشش، منم باید ببخشمش. حالا بذار دعای برکت بکنیم، ببین حالا تجاوز کردیم اونقدر خوب نه، یه بار دیگه هم بکنه اشکال نداره. چون باید دعای اینه واقعا، برای هیتلر باید دعای برکت بکنیم، برای اردوغان باید دعای برکت بکنیم؟ نه، باید برای عدالت بیستیم خیلی جاها. و این اون روی سکه است، حتی اونجایی که کلام خدا آیاتی رو میگه که شاید خیلی زیباست، منظورش 100% اون نیست. بیایید خود بیشتر، و اینو میگم چالش میخوام بکنم، یه خود عمیق‌تر بریم توی کلام. بخواهید به شما داده خواهد شد، متی 7. بطلبید خواهید یافت، بکوبید باز کرده خواهد شد. خداوند مرسدس بنز میخوام، خواستم، حالا به من میاد. اینو نمیگه. آیت قبلش رو بخونید، متنش رو بخونید. داره میگه که ببین مروارید رو جلوی خوک‌ها ننداز. این انجیل رو مردم میگی قبول نمی‌کنن، آقا خوک طرف، اینم مروارید ننداز جلوش، بهش نده. پس حکمت به طلب، بخواهید به شما داده خواهد شد. این هم حکمته که بدونی چی کار بکنیم. حالا یعقوب خیلی بیشتر اینو باز میکنه در کتاب یعقوب. یه عیسی مسیح گفت اگه به گونه راست تو زدن، چپ رو نگه دار. چرا گفت راست؟ من خیلی به این فکر کردم، چون که اگه من میخوام سیلی بزنم میخوره به گونه چپ شما، اگه با پشت دست بزنم میخوره به راست شما. پشت دست زدن خودش نشونه بی‌حرمتیه. از دست میگیم برو بابا، با پشت دست همیشه بی‌حرمتیه بچه‌ای. ولی میخوایم بگیم بفرمایید، نمیگیم بفرمایید، نه بفرمایید. با جلوی دست معمولا یا سلام میدیم یا برکت، هر چیزی که با جلوی دست معمولا احترام. پشت دست بی‌احترامی. عیسی مسیح در مورد بی‌احترامی صحبت میکنه، نه سیلی. برای همین خودش سیلی خورد، اون طرف نگه نداشت. و اینجا داره از زبان مبالغه استفاده میکنه که به برادرت احمق نگو. خشم مشکله، نه اینکه حالا یه نفر کشتی اون به جای خود بده، ولی بد میدونید کشتن نیست، خشمه، چون ریشهشه. همین که میگه احمق شروع شد، پس داره به ریشه میزنه. یا حالا چشمتو بیرون بیار، دستتو ببر، منظورش این نیست که واقعا این کارو بکن، داره چیز دیگر میگه که به خاطر وقت وارد اونها نشم. ولی فقط زبان مبالغه هست. حتی بعضی جاها فرهنگ زمان هست، یا متن رو که میخونی بهتر میفهمیم. مثلا 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوید، من با شما حاضر هستم. خدا رو شکر امروز 7 نفر هستیم تو این کلیسا، پس عیسی مسیح با ما هست. نه، عیسی مسیح اولا دست راست خدای پدر نشسته، اون بالا روح القدس در ما هست، با ما هست. و حالا مثلا اگه 1 نفر بودیم، زندان انفرادی هستیم تا ابد، یعنی خداوند با ما نیست. کلام اینو میگه؟ اینو نمیگه. متن رو بخونیم، عیسی مسیح میگه اگه با این نفر مشکل داری به شخصش، به اون شخص بگو. اگه قبول نکرد 2 یا 3 نفر رو بردار برو بهش بگو 2 یا 3 نفر رو برداشتی، این کارو کردی، اطاعت کردی، در نام من این کارو انجام دادی، من با تو هم. من دارم تون صحبت میکنم، هم از روی هیجان، هم اینکه وقت زیاد نشه. پس وقتی که 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوید، یعنی در زیر اقتدار صحبت من که دارید میری 2 یا 3 نفر برمیداری برای اینکه روبرو بکنی و مشکل رو حل بکنی، من باهات هستم. آقا من باهاتم، برو. اینو داره میگه در واقع. خیلی از جای کلام رو اگه اشتباه بفهمید، دشمن خود رو محبت بکنید. چی داره میگه در همین قسمت متی 5؟ میگه اگه جواب سلامش رو ندی مثل اونایی که مثلا نمیدن، پس چه فرقی داری؟ در مورد شخص داره صحبت میکنه، اشخاص، مردم، اونایی که به تو جفا میرسونن. طرف اومده کشیده میزنه بهش در اون متنی که سرباز رومی فریسیان هستن، آقا محبتش بکن، جواب سلامش هم بده. میگه 1 مایل بردارین ابزار منو ببر، 2 مایل ببر. میگه 2 تا پیرهن داره، یکیشو بده به اشکان. در مورد روابط داره صحبت میکنه، نه دولت ها. این نیست اصلا. پس در پست مواظب زیاد ننویسیم دشمن خود رو محبت نکنید، هیچ ربطی نداره. اتفاقا برای عدالت میگه بیستید. اگه یک قومی، حالا ایران باشه که سالیان سال زیر ظلم و ستم، برای همین همه وایسادیم براش، تمام دنیا وایساده، الان ارمنستان، اوکیه، درسته، اراده خداست که بیستیم براشون. و این وطن پرستی نیست به هیچ وجه، وطن دوستی، و باید باشیم وطن دوست.
حالا نمیخوام وارد اون آیات بشم، ولی میخواستم فقط یه چالشی باشه که بدونیم این محبت به چه معنی هست. خدا برکتتون بده، عزیز هستید و برای ارمنستان دعا میکنیم، برای آذری دعا میکنیم، اونها مسلمان در رنج و درد هستن. واقعا رحمت خدا رو میخوایم. کاش میتونستیم یه کاری بکنیم، کار کوچیکی که من تونستم بکنم اینکه لااقل بتونیم کمک بکنیم خانواده‌هایی رو که در این دردها هستن. باز میگم اگه خواستید سهیم بشید، برید روی sendmeout.org و اون قسمت get involved میبینید که کمک به ارمنستان هست. ما افرادی داریم اونجا که به خانواده‌ها کمک میکنن که در درد هستن و شرایط بسیار سخت است. پس بله، برای تمام دنیا دعا میکنیم، ولی در حال حاضر به طور خاص برای دوستان عزیز ما که در اون کشور هستن و در درد هستن. خدا شما رو برکت بده. فعلا خداحافظ.